کیراز؟ دخترم به چی فکر میکنی؟ بگو ببینم داری به چی فکر میکنی دخترم؟ به این که بار دوش شما شدم. این چه حرفی دخترم؟ دیگه این حرفو نزنی باشه عمو جون. میدونین الان دیگه زندگیم تو دستای جناب سرهنگه. اگه نتونم کاری بکنم چی؟ اگه همه چی خراب بشه چی؟ دیگه میخوای چی کار کنی دخترم؟ ببین همه جا مثل آینه برق میزنی. به خاطر تو تو شکمم عروسیه که اینم شکر خداست. راستی میدونی علی میگفت واسه این خونه یه خدمتکار لازمه. خب الان تو هستی دیگه، باید از خداشون باشه که تو اینجایی. نمیدونم وقتی کار اشتباهی میکنم یه حس بد به هم دست میده. اگه به هم بگه از اینجا برو چیکار کنم؟ نمیتونه همچین حرفی بزنه، فهمیدی؟ من بزرگترشم. نگران این چیزی ها نباش، خودتو ناراحت نکن باشه. بعد اون کارایی که برادرم در حقم کرد دیدی که چی شد. میخواست منو عین مال به جای قرضاش به طلبکاراش بفروشه، اونم به یه عوضی. وقتی قبول نکردم هرچی از ذهنش در اومد به هم گفت. بعدشم میگه ناموسشم. کیرازه ببین دخترم، الان اون عوضی آدم خوبی شده، ولی من یعنی یه آدم میتونه تا این حد بد بشه امو؟ ببین دخترم، تو این دنیا هم آدمای بد داریم هم آدمای خوب. توی جنگل همینو درختی داریم. خب ببین دخترم خوب بودن یا بد بودن نظر به شرایطی که آدما تو زندگی دارن فرق میکنه. یا مهربونه یا ظالم، یا وحشی یا انسان، یا خشن یا جوان مرد اما انسان. کسیه که با منطق باشه و هر کاری رو تو زمان و مکان درست انجام بده. برادرم خیلی بیرحمه، اگه بدون اینجا منو میکشه. این حرفو نزن دخترم، ناراحتم نکن. هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. آروم باش، اشکاتو پاک کن. من دیگه از هیچی نترس. یادت هست که چی میگفتی؟ بدون داشتن درد نمیتونی راه حلی پیدا کنی، و کسی که شکست رو قبول کنه نمیتونه راه حلی پیدا کنه.